گرامی بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. از ابتدای ظهور ملاها در صحنه سیاسی مملکت ما، بعد از کشتارهای اولیه که با سکوت بسیاری از سازمانهای سیاسی روبرو شد و جمهوری اسلامی و ملاها و روزخانها از همین موضوع برای سرکوب یکی یکی سازمانهای سیاسی استفاده کردن و از اختلافاتی که بین اونا پدید آمده بود سود بردن و عده زیادی از روشنفکران مملکت ما، عده زیادی از تکنوکرات های مملکت ما رو به اسامی مختلف به عنوان طاغوتی و به عنوان جنایتکار و به عنوان کسانی که از موقعیت مملکت سوء استفاده کردند و بیت المال رو غارت کردند، نابود کردند، فراری دادند و زندگی اونها رو مصادره کردند. و همه این کارها در سکوت سازمان‌ها و بسیاری از روشنفکران ما قرار گرفته بود. البته این موضوع دلایلی هم داشت که بایستی این دلایل بررسی بشه و واقعا در آینده ما ببینیم چه دلایلی و چه عواملی باعث شدن که در زمانی که مردم در برابر استبداد نعلین باید مثل زنان شجاع و کسانی که تشخیصشون از بسیاری از مردان بیشتر بود، همطور که دیدیم هم روزهای اول اعتراض کردن به رفتار جمهوری اسلامی و بسیاری از همین روشنفکران و بسیاری از سازمان‌های سیاسی معتقد بودند که الان زمان این نیست که ما بگیم آیا روسری باید باشه یا نباشه، آیا حجاب باید باشه یا نباشه، چون ما درگیر یک مبارزه ضد امپریالیستی و درگیر یک انقلاب بزرگ مردمی هستیم. و با همین حرفا زنان شجاع و قهرمان ما رو تنها گذاشتیم، تنها گذاشتن و زنها با همه مبارزات اصولی که کردن، با همه ظلمهایی که متوجه اونها شد، ناخونشون رو کشیدن، روی پیشانیشون پونه زدن و بسیاری از اونها رو زخمی کردن، کتک زدن، در برابر شوهراشون تحقیر کردن، ولی این زنان ما همونطور که میبینید هنوز در صحنه هستن و این جمهوری اسلامی است که عقب نشینی کرد. ای کاش مردای ما در این مبارزه این نقش آگاهانه رو داشتن. در هر صورت جمهوری اسلامی سازمان‌های سیاسی مختلف رو با اختلافات که در میانشون به وجود اومده بود و خیال میکردن از نظر فکری زرنگترن، مثل فدایان خلق، اکثریت، مثل حزب توده، مثل بسیاری از سازمان‌ها، مجاهدین خلق، حتی گروه‌های از جبهه ملی، نهضت آزادی، تصور اینا این بود که الان شرایطی است که باید بازرگان رو تقویت کرد. بعضی‌هاشون که اصلا می‌گفتن بازرگان لیبراله، از جمله حزب توده و
فدایان خلق. و متاسفانه تنها شانسی که برای میهن ما به وجود آمده بود از طرف دکتر شاپور بختیار، اون رو از دست دادیم. یعنی با دست خودمون بختیار رو تبدیل کردیم به یک مهره سوخته. این بر میگرده روی تقصیری که خود رژیم گذشتم داشت. یعنی زمانی که آقای بختیار، سنجابی و فروهر اون نامه سه امضایی رو نوشتن برای محمد رضا شاه پهلوی و از او خواهش کردن خیلی محترمانه که بیاین قبول کنین در شرایط فعلی واقعا مشروطیت پیاده بشه، قانون مشروطیت، و همانطوری که امینی، قوام سلطنه، دکتر مصدق، شاپور بختیار گفته بودن، یعنی اینها گفته بودن که هنوز شاپور بختیار نیومد، بیایم و اجازه بدیم مردم در سرنوشت خودشون دخالت کنن. متاسفانه رژیم گذشته در اون تاریخ که میتونست با درخواست این سه تا امضا بسیار جلوی بسیاری از وقایع بعدی رو بگیره و از جمله کرکاری خوندن و به قدرت نشستن ملاها و روزخانهای عقب افتاده، اعتنایی نکرد و این سه نفری که امضا کردن هر سه رو دستگیر کردن. و زمانی بختیار به قدرت رسید که سیل را افتاده بود، دیگه نمیشد در برابر سیل مقاومت کرد و جلوی سیل رو گرفت. و در این موقعیت یه عده آدم های عقب افتاده متحجر از کوههای نمیدونم از غارهای تاریخ در اومده که حالت توحش 1400 سال پیش هم داشتن، آمدن و مملکت ما رو در دست گرفتن، غارت کردن، کشتار کردن، شکنجه دادن و مملکت ما رو به این روز انداختن. حالا تازه فرمانده پلیس بزرگ تهران آقای محمد رضا یزدی، البته آقا این ادب منه که به او میگم آقا، بگذاریم، فرمانده سپاه تهران گفته مجموع اختلاس در ایران طی دهه گذشته حدود 80,000 میلیارد تومان بوده. یعنی نوشته که 80 میلیارد تومان در برابر 40 سال حکومت ملاها در ایران پولی نیست. این مأموریت جدیده که دادن به این دوزای سپاه و آخوندهای دوز که بیان عظمت پولهای دوزی شده رو کم کنن. گفته 80 میلیارد دلار دوزیده شده، پولی نیست در چند دهه. حالا اینی که آقای خاوری رئیس بانک بوده، جای مهر رو پیشانیش بوده، از این چفیه ها مینداخته، جلوی کارمندای بانک ملی سینه میزده، خب مرد مؤمنی بوده، یه موقعیتی که را آورده، مختصر پولی 1200-300 میلیارد بلند کرده در رفته دیگه. خب حالا میگن که 80 میلیارد، ببخشید اجازه بدید، نه بذارید من رقم ها رو درست براتون بگم. محمد خاوری یکی از بزرگترین 3000 میلیارد، ببخشید من تصحیح کنم، 3000 میلیارد دلار، میلیارد تومان آقای خاوری ورداشته رفته، همون که جای مهرود پیشونش بوده و سینه میزده جلوی سینه زنان شاهدین، یعنی بانک ملی، این پول رو برده کانادا، اونجا مقدار زیادی ملک خریده، بعدم حالا میره تو قمارخونه ها بازی میکنه، همون آدمی که نمازش ترک نمیشد. خب بعد نوبت وزرای دیگه شد،
نوبت وکلای دیگه شد، نوبت آخوندهای دیگه شد، آخوندهای که دیگه چرس کنن، بهترین منازل و بهترین تابلوها رو، بهترین نمیدونم ثروتها رو، زمینها رو، هر چی تو مملکت بود اینا خوردن و بردن. یه جزیره در دبی نشون میداد، من تو فیلم دیدم، نوشته به اندازه خاک یه کشور اروپایی این جزیره مصنوعی که دبی در دهانه خلیج، یعنی در خلیج فارس به وجود آورده، خاک ریخته شده تو اونجا. یعنی اول این تشکیلات جزیره، این نخل بزرگی که به شکل جزیره است درست کردن، خاک آوردن این جزیره رو که بمزه یک کشور اروپایی شده پر کرد. خیال میکنی این خاک کجا آمده؟ از ایران. میدونید برای تشکیل یک کیلومتر خاک شاید میلیون ها سال لازمه؟ و اینا میلیارد میلیارد متر مکعب خاک از جنوب ایران، از وسط ایران، از کنار ایران خاک برداشتن، ریختن تو کشتی ها، آخوندها اینا رو فروختن به دبی و ابوظبی و بحرین و کشورهای دیگه. خاک، فقط خاک. بعد معلوم شد آبم لوله کشی کرده بودن میفروختن به این کشورها. آب، چیزی که مورد احتیاج مردم ایران بسیار هم هست. و بیاید شماری از فندای ما رو اون ور گرونتر میخریدن میبردن اون ور، مردم گوش نداشتن. بهترین محصولات کشاورزی ما رو میبردن اون ور میفروختن برای اینکه این ور ارزونتر بود. یعنی اینطوری غارت کردن مملکت ما رو. خب بعد بابک زنجانی اومد، بعد هی آدمای دیگه آمدن آقای خسروی اومد، آقای نمیدونم، هی اینا رو بردن تو دادگاه های قلابی، آدم های درجه 5 و 6 رو اعدام کردن، بعد آدم های درجه 1 پشت صحنه موندن، معلوم نبود چه کسایی بودن. حالا آقای عبری رو گرفتن، کسی که معاون اجرایی قوه قضایی، یعنی دادگستری بوده، یعنی جایی که به دادها به اصطلاح رسیدگی میکردن، به درخواستهای مردم. یعنی شما اگر در یک کشوری یک دادگستری فاسد داشته باشید باید فاتحه و مملکت رو بخونید. مدیر اجرایی، معاون اجرایی قوه قضاییه برای 10 سال، نمیدونم 10-15 سال، این آدم در رأس اونجا بوده، بزرگترین پرونده های اختلاس و دزدی رو با پولی که خودش میگرفته از بین میبرد. خب دیگه من چی بگم؟ وقتی که به شما میگم معاون اجرایی دادگستری خودش دزد درجه 1 بوده، یعنی حساب کنید که هیچ دزدی به دست دادگستری و دادگاه های دادگستری نه محاکمه می شدن نه می افتادن. هر کی دزدی کرد بود می اومد می رفت تو اتاق آقای طبری، حق حساب رو می داد، البته به دلالای وسط رو، کاراش درست می شد، پرونده مختومه می کردن، می رفتن به کارش. بعد جمهوری اسلامی به این روند اسیر کردن آدمای بیگناه که اکثرا هم ایرانی بودن، دو پاسه بودن، اینا رو میگرفتن و اون چیزایی که میخواستن، باج هایی که از کشورهای مختلف بگیرن، ها
حالا باج هم نه، حق خودشونو، ولی به وسیله این آدم های بیگناه 3 سال، 4 سال، 10 سال اینا رو تو زندان نگه میداشتن تا بالاخره اون دولت مربوطه به اینا باج میداد، بعد اون آدم آزاد میکرد. اسلام رو میبینی؟ یعنی یه آخوند، کسی که برای راهنمایی به اصطلاح خودشون بشر آمده، زبان خداست به قول خودشون، زبان ائمه اطهارن به قول خودشون، اینا اومدن به مردم یاد بدن خوب باشید، مهربان باشید، با زیر دستان به خوبی رفتار کنید، هرگز از راه‌های بد نرین، خطا نکنین تا بریم بهشت. اینا فاسدترین، دوستترین و بیعدلترین و سبوترین آدم ها در اومدن. هرچه به گندت نمکش میزنن، وای به روزی که به گندت نمک. بدبختی ملت اینه که کسانی که قرار راهنمای اونا باشن از نظر دینی فاسدترین افراد دنیا باشن. و این چه سعادتی بود برای ما، کاری که ما بعد 500-600 سال طول میکشید تا ما میفهمیدیم نقش اینا چیه. اینا در عرض 42 سال خودشون رو دستشون رو باز کردن. و این یه سعادت بزرگیه. من بهتون بگم امکان نداشت ما بتونیم در عرض 40 سال، 41 سال، 42 سال بتونیم اینجوری که آخوندا ریشه خودشونو زدن، ریشهشونو بزنیم. آقای نزار زوکا یه متخصص امور مربوط به ارتباطات و ایناست که به وسیله خانم ملارودی دعوت شد به ایران. نامه رسمی نوشته شد که آقا یک کنفرانسی در تهران، خواهش میکنم شما تشریف بیارید ایران، در این کنفرانس سخنرانی کنید. خب ایشون بلند شد از کارت به اصطلاح گرین کارت آمریکا رو داره و شهروند لبنانیه، ایشون بلند شد اومد ایران، در کنفرانس هم سخنرانی کرد. موقعی که خواست برگرده تو فرودگاه گرفتنش، گفتن شما جاسوسی. 3 سال، 4 سال این انسان تحصیل کرده رو که خودشون دعوت کرده بودن ناجوان مردانه بردن از زندان، کتکش زدن، شکنجهش دادن توی نمیدونم یک سلول انفرادی انداختنش. بعد از یه مدتی معامله کردن، گفتن بفرمایید بری بیرون، ملزم کنی اسلامو ببینی. یعنی چجوری عمر آدم ها رو فقط به خاطر مطامع خودشون اینطوری از بین میبرن. کاری که به خانم زاغری کردن الان، این زن با بچهش که رفت تهران خانوادش رو ببینه، موقعی که اومد بره بیرون گرفتنش، گفتن تو جاسوسی. حالا 4 سال نگرش داشتن، یه پابند زدن بهش که از تو ایران از نزدیک منزلش نمیتونه دورتر بره. برای چی این کار کردن؟ برای اینکه پولایی که در زمان رژیم گذشته انگلیس گرفته تا حالا نداده، پول تانکای چیفتنو به این وسیله گروگان گرفتن خانم زاغری تا پولا رو از انگلیس بگیره. حالا آقای زوکا توی زندان با مهدی هاشمی، پسر هاشمی رفسنجانی صحبت کرده. هاشمی رفسنجانی گفته پدر من رو با وسایل الکترونیکی نمیدونم اتمی، حالا من این چیزاشو نمیدونم دیگه، ایشون رو اونجا کشتن.
اجازه بدید براتون بگم، نوشته رفسنجانی بر اثر مسمومیت ناشی از ایزوتوپ های رادیواکتیو کشته شده. یعنی اینا به خودشون هم رحم نمی کنن، خودشون هم خودشون رو می کشن. شما از اول انقلاب شکوهمند آخونده تا حالا چند بار شنیدید که هواپیمای فلان فرمانده با تعدادی از فرمانده دیگه خورد زمین مردن؟ آقای فلان یکی از فرماندهان چمران از پشت مورد اصابت قرار گرفت مرد. فرماندهان عالی ارتش و نیرو دریایی و نیرو هوایی در یک هواپیما سقوط کردن، کشته شدن. اینا همه برنامه ریزی شده از طرف خود آخونداست، خودشون خودشون رو بکشن. اجازه بدید که من یه فیلم، با وجود که وقت نداریم، از امیر خواهش بکنم، دو تا فیلم هست، این دو تا فیلم رو برای شما پخش بکنیم. یکیش هست پیگیری آمریکا برای عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل با سفر پومپئو به خاورمیانه، یعنی کاری که اینا کردن، انقدر دشمن برای ما دورور ما درست کردن، اسرائیل هم اومد بیخ گوش ایران، در 10 دقیقه‌ای فاصله بین امارات متحده عربی تا تهران یه پایگاه و روابط سیاسی و روابط امنیتی و اقتصادی به وجود آورد. نگاه کنید، ورود مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل آغاز یک تور منطقه‌ای است که با یک هدف کلیدی طراحی شده: بهره برداری حداکثری از توافقی که میان اسرائیل و امارات متحده عربی با ابتکار و میانجیگری واشنگتن به دست آمد، توافقی که برای آقای پومپئو و رئیسش دونالد ترامپ در کاخ سفید یک دستاورد دیپلماتیک مهم محسوب می شود و او در تلاش است تا نگذارد شور و انرژی به دست آمده از این دستاورد از نفس بیفتد. او می خواهد در فرصتی کوتاه بر ابعاد این دستاورد بیفزاید و آن را به یک پیروزی دیپلماتیک چه بسا بزرگتر تبدیل کند. من بسیار امیدوارم که سایر کشورهای عرب هم به توافق صلح بپیوندند. فرصت به رسمیت شناختن اسرائیل نه تنها به نفع امنیت و ثبات منطقه است، بلکه زندگی شهروندان آن کشورها را هم بهتر می کند. از آخرین باری که ملاقات کردیم دو اتفاق عالی افتاده. اول اینکه تو جلوی ایران ایستادی و گزینه ماشه رو برای بازگشت همه تحریم ها فعال کردی. من میخوام ازت تشکر کنم برای این کار. و موضوع دوم که اینجا اتفاق افتاد و همونقدر از نظر تاریخی مهمه اینه که اسرائیل و امارات به توافق صلح رسیدند برای عادی سازی کامل روابط. این توافق با میانجیگری رئیس جمهور ترامپ و کمک تو به دست اومد و یک امتیاز عالی برای صلح و امنیت منطقه است. کشور اسرائیل که در دهه‌های نخست بعد از تأسیسش در جنگ‌های متوالی با کشورهای عرب به سر می‌برد، برای نخستین بار در سال 1979 با مصر به یک توافق صلح دست یافت. در واقع مصر اولین کشور عرب بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. از آن زمان 15 سال طول کشید تا یکی دیگر از کشورهای عرب همسایه اسرائیل به توافق صلح مشابهی با این کشور برسد. اردن در سال 1994 به توافق صلح رسید. و حالا 26 سال بعدتر امارات سومین کشور عرب است که به توافق مشابهی دست پیدا می کند. یک نقطه عطف تاریخی دیگر که امتیاز سیاسیش نصیب کاخ سفید دونالد ترامپ شده. و ظاهراً واشنگتن می خواهد این بار نگذارد که دهه ها تا توافق صلح چهارم طول بکشد. در حال حاضر سودان و بحرین گزینه های جدی بعدی هستند که در روزهای پیش رو میزبان مایک پومپئو هم خواهند بود. علاوه بر این دو، گمانه هایی درباره عمان و قطر هم مطرح است. اما به هر حال همه این توافق ها دست کم در یک کشور خاورمیانه واکنش مثبتی بر نمی انگیزد. ایران، کشوری که در 40 سال گذشته زیر سلطه نظامی با ستون های ایدئولوژیک ضد اسرائیلی به سر برده و در دشمنی با اسرائیل در سطح بین المللی همواره سنگ تمام گذاشته. سودان در میان کشورهایی که به عنوان گزینه جدی بعدی برای به رسمیت شناختن اسرائیل و عادی کردن روابط نامش مطرح است، یکی از گزینه‌هایی است که شایعات درباره عادی سازی روابطش با اسرائیل نزدیک به 2 سال سابقه دارد. ماجرا به زمانی برمی‌گردد که هنوز عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین سودان بر سر کار بود.
او یک سال و نیم پیش در پی اعتراض‌های مردمی سقوط کرد و حالا حکومت جدید در کنار روابط روبه بهبودش با دنیای غرب گوشه چشمی هم به اسرائیل دارد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روابط سودان و اسرائیل یکی از دلایل اصلی سفر آقای پومپئو به این کشور است. بحرین، مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا قبل از سفر به امارات، یکی دیگر از گزینه‌هایی است که در گمان زنی‌ها درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل نامش تکرار می‌شود. آقای پومپئو در سفرش به منامه با ولیعهد بحرین ملاقات خواهد کرد. بحرین با اکثریت جمعیت شیعه که بعضیشان ارتباطات تاریخی و دیرینه‌ای با ایران دارند، در واقع یکی از حساس‌ترین بازیگران منطقه‌ای برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل است. سلمان آل خلیفه. با این حال، تنش شدیدی که میان حکومت سنی آل خلیفه و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، همچنان بر احتمال چنین تحولی می‌افزاید. تحولی که هم خشم تهران را به دنبال خواهد داشت و هم خوشنودی قابل توجه طیفی از دشمنان بین المللی جمهوری اسلامی از تل آویو تا واشنگتن. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود و چی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. جی‌ال‌ویزی شدن به همین راحتیه. وقتی دوست داری همه رو با کسب و کار با کیفیت خودت آشنا کنی، جی‌ال‌ویز بهت کمک می‌کنه که تبلیغات هدفمند انجام بدی. با این تبلیغات مقرون به صرفه می‌تونی بازار هدفت رو انتخاب کنی و مشتری‌هات رو با خودت آشنا کنی. پس هوشمند باش و تو جی‌ال‌ویز تبلیغ کن. موفقیت با تبلیغات در جی‌ال‌ویز به همین راحتیه. همراهان جی‌ال‌ویز، اگر نیاز به کمک واحد پشتیبانی جی‌ال‌ویز و یا کاستومر سرویس دیگر خدمات شرکت گودلاین دارید، می توانید از سراسر دنیا با نصب اپلیکیشن تلفنی رایگان جی‌ال تاک بدون هزینه با تمامی شماره های شرکت گودلاین تماس بگیرید. برای این کار لطفاً به اپ استور خود مراجعه کرده و اپ جی‌ال تاک را بر روی گوشی تلفن خود نصب کنید و با ما تماس بگیرید. با جی‌ال باکس 500 HD نه تنها تلویزیون خود رو به یک تلویزیون هوشمند تبدیل می کنید، بلکه فقط با داشتن یک خط اینترنت و بدون نصب دیش ماهواره می توانید از هر کجای دنیا به بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، افغان، ترکی، آذری، کردی، ارمنی و آشوری دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید از آرشیو کامل جی‌ال‌ویز شامل صدها هزار ساعت فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بهره‌مند بشید. در ضمن می توانید رادیوهای مورد علاقه خودتون رو از طریق جی‌ال‌ویز گوش کنید. جی‌ال‌ویزی ها برنامه های مورد علاقه شون رو فقط با کیفیت عالی دنبال می کنند. حال که کاربر جی‌ال تاک هستید، در صورت تمایل می توانید از موجودی خود مقدار دلخواهی را به دوستان دیگری که اپ جی‌ال تاک دارند منتقل کنید. برای این کار از اینجا گزینه فاند ترانسفر را انتخاب کنید. سپس شماره تلفن شخصی را که می خواهید به او اعتبار بدهید را در اینجا تایپ کنید. مبلغ اعتبار انتقالی مورد نظر را در اینجا بنویسید و سپس گزینه Verify را انتخاب کنید. پس از تایید شماره نفر مقابل، گزینه ترانسفر را انتخاب کنید. حال این مبلغ از اعتبار شما کاسته شده و به اعتبار نفر مقابل افزوده شده است. جی‌ال تاک در کنار شما برای ارتباط با عزیزان.
خب عمیرانی گرامی، بسیار خوشحالم که دوست و همکار بسیار قدیمی و خوبم، نویسنده، محقق و مفسر سیاسی، دکتر مسعود نقره‌کار در برنامه امروز ما هستم. من قبل از اینکه با دکتر نقره‌کار صحبت بکنم، خدمتتون عرض میکنم که این روزها مصادف هست با 32 سال کشتار وحشیانه سال 67. سازمان عفو بین الملل همین چند روز قبل، دو سه روز قبل، سندی رو منتشر کرد که در این سند گفته میشه در سال 1367 این سازمان یه نامه نوشته برای عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و عالی ترین مقام قضایی در دهه 60، و نیز حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری در دولت میرحسین موسوی، یعنی کسی که وابسته به جریان نهضت آزادی بود. این آقای حبیبی رو من در نوفل و شاتو دیدم، کسی بود که قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی رو نوشته بود و میگفتن قانون بسیار مترقی بود. همین آدم از کسانی بود که سالها ادعای مبارزه میکرد بر علیه رژیم گذشته، ولی خودش آمد در ایران و اصلا به طور کلی خودش رو فروخت به دار و دسته خمینی. یادش رفت که نمیدونم بنی صدر رو قدساده و دیگران از دوستانش بودن، و در اون کشتار وحشیانه سال 67 ایشون وزیر دادگستری بود. بگذاریم. و سازمان عفو بین‌الملل میگه برای همه اینا، حتی میرحسین موسوی، وزرا، وکلا، اینا همه آگاهی داشتن از این کشتارهای سال 67. بنابراین اینی که حالا همه‌شون میگن ما در این جریانات نبودیم و آقای کروچکو اصلا من یادم نمیاد. بگذاریم. به مناسبت 32 سالگرد کشتار سال 67، من دیدم بهترین کسی که میشه باهاش صحبت کرد در این مورد، تحقیقات کرده، بسیار به این مسائل توجه داره و ریشه یابی میکنه، اونم دکتر نقره‌کار. بذارید من یه موضوع دیگرم براتون بگم. یادم میاد که آقایی بود به اسم سید که به وسیله دوست بسیار گرامی من استاد مشیری به من معرفی شده بود. من با این آقای سید که از مسئولین دادگستری بود مدتی بود صحبت میکردم و این وقایعی رو تعریف میکرد که برای من حیرت آور بود، و من دیدم بهترین کسی که میتونه اینا رو تدوین بکنه، اینا رو بیاره و ازش در ابعاد بسیار بالا و با قلم بسیار رساش این موضوع رو بهش اشاره بکنه و توجه افکار عمومی رو جلب کنه، شخص مسعود نقره‌کار. و من معرفیش کردم سید رو به نقره‌کار، و آقای دکتر نقره‌کارم چندی ماه واقعا وقت گذاشت، وقت صرف کرد و توانست مقدار زیادی اطلاعات از این سید بگیره. الان نمیدونم سید فوت کرده، فکر میکنم باید فوت کرده باشه، و آمده بود آمریکا، مرتب هم جاشو عوض میکردن برای اینکه حرفایی که میزد، داستانایی که تعریف میکرد حیرت آور بود. حالا بنابراین از این نوشته هایی که بعدن دکتر نقره‌کار با این سید استفاده کرد به اصطلاح به دست آورد، در بسیاری از نوشته هاش آورد و اینا رو در مطبوعات و وسایل مجازی قرار داد. بنابراین امروز به مناسبت 32 سالگرد کشتار سال 67، من خواهش میکنم از دکتر مسعود نقره‌کار در مورد این واقعه وحشتناک، یعنی هولوکاست ایرانی،
با هموطنانمون صحبت بکنیم. خواهش میکنم دکتر نقره کار. بله. سلام میکنم به شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. ببینید همطور که اشاره کردی 32 سال گشت کشتار تابستان سال 67 است و یه همچین روزهای حکومت اسلامی ظرف کمتر از 2 ماه نزدیک به 5000 تن از اسرای یا زندانیان سیاسی و عقیدتی رو قتل عام کرد، یعنی از اوائل مرداد ماه تا تقریبا اواخر شهریور ماه. حکومت اسلامی قبل از این کشتار میدونید که کشتارهای دیگه ای هم مرتکب شده بود، کشتارهای سال 57-58، کشتار سال 60 و کشتار در خارج از کشور رو هم شروع کرده بود. منتها اون کشتارها با کشتار سال 67 یک تفاوتی داشت و اون این بود که اون کشتارها رو علنی مطرح میکرد، حتی از اون صحنه‌هایی که اعدام کرده بود از قربانیان عکس میانداخت و نشریات و سعی میکرد که با اون کشتارها در یک فضای رعب و وحشت اون استمرار حکومت رو حکومت خودش ادامه بده. اما کشتار سال 67 رو در واقع تلاش کرد در سکوت برگزار بشه و اصلا مطرح نشه، برای که به هر حال شرایط جامعه با توجه به جنگ و بسیار از مسائل دیگه متفاوت بود. بنابراین نکته که شما ابتدا اشاره کردید از اینجا اهمیت پیدا میکنه که علارغم اینکه در سکوت تلاش کرد برگزار بشه، خیلی از همین مسئولینی که دست در همین جنایت داشتن مطرح میکردن که ما بیخبر بودیم از این ماجرا، از جمله آقای میرحسین موسوی که اون موقع نخست وزیر بود. اون موقع آقای موسوی نخست وزیر بود، رفسنجانی رئیس مجلس بود، موسوی اردبیلی مسئول قوه قضاییه بود و در واقع بعدها به ویژه آقای میرحسین موسوی در سالهای قبل از 88 بارها مطرح میکرد که من اطلاع نداشتم یا اگرم اطلاع داشتم میبایست از این کلیت نظام دفاع میکردم و خلاصه پشت گوش میداد. خب آنچه که اشاره کردید عفو بین الملل مطرح کرده تو اسنادش هست نشون میده که اینا دروغ میگفتن، همشون اطلاع داشتن. آقای میرحسین موسوی اطلاع داشت، سفراش در کشورهای خارج اطلاع داشتن، یعنی در واقع همه دستشون به نوعی در کنار اون حسین علی نیری حاکم شهر و اون اشراقی و پور محمدی و اینا دستشون به اون خونها و هر حال آغشته است. بنابراین میخوام بگم این اهمیت نکته که شما اشاره کردید اولا در اینجاست که نشون میده همه دست در کار داشتن، ولی خب کشتار 67 واقعیتش یک ویژگی در میان کشتارها داشت که حکومت اسلامی تا الان 9 کشتار از دگراندیشان و مخالفان سیاسی عقیدتی خودش کرده، ولی کشتار سال 67 ویژگی هایی داشت که در واقع همون مصداق جنایت علیه بشریت رو میشه در موردش به کار بود، یعنی فتوای خود خمینی که واقعیتش یک سند جنایتکارانه هولناکی است وجود داره و همینطور اسنادی که در رابطه با اون کشتار هست نشون میده که یک نسل کشی بوده، یک اعدام و ترور حکومتی بوده و به بدترین شکل در واقع اینها با محاکمات 1 تا 2 دقیقه‌ای 2 تا 3 دقیقه‌ای و فریب دادن زندانی در واقع قتل عامی رو مرتکب شدن، اون هم از زندانیانی که در بیدادگاه‌های خودشون میدونید که محاکمه شده بودن و غالبشون دوران محکومیتشون هم گذرونده بودن. در هر حال ویژگی‌هاش رو من وقت نمیگیرم بخوام بشمارم، ولی ویژگی‌های کشتار سال 67 تردید نمیگذاره که حکومت اسلامی، یعنی جای تردید نیست که حکومت اسلامی و بسیاری از این رهبرانش که الان هم قید حیات هستن اینها مرتکب جنایت علیه بشریت شدن با اون کشتار. البته بقیه کشتاراشون هم همین ویژگی رو داشت و داره، اونتا کشتار 67 دلایلی که عرض کردم در واقع هم در تاریخ ما میشه گفت جزو نادر کشتارها از مخالفان و دیگر اندیشان هست
و هم در عین حال مصداق همون جنایت علیه بشریت رو با خودش داره. آقای دکتر نورکار، آیا اقدامات که تا به حال در مورد وقایع سال 67 اصولا از بعد از انقلاب تا همین اواخر این جنایاتی که وسیله رژیم انجام شده، مخصوصا در مورد سال 67، شما فکر میکنید اپوزیسیون به اندازه کافی به وظایف خودش عمل کرده در افشای این جنایات؟ ببینید، تلاش های بسیاری شد علی‌رغم اون سیاستی که حکومت میخواست پیش ببره، یعنی سکوت. همون موقع سال 67 در واقع از طریق خانواده قربانیان، خانواده زندانیان که به ملاقات میرفتن، به هر حال متوجه شده بودن چه قتل عامی و چه کشتاری داره رخ میده. میدونید که از طریق همون خانواده ها در سطح جهانی مطرح شد و من به یاد دارم در خارج کشورم همون 67-68 واکنش های گسترده‌ای، تظاهرات و میشه گفت به هر حال به اشکال مختلف، از اعتصاب غذا، تظاهرات و میشه گفتش که راهپیمایی های بزرگ در خارج کشور انجام شد و همینطور مراجعه به محافل بین المللی و اطلاع رسانی که حکومت داره چنین جنایتی میکنه. به هر حال در خارج کشور میخوام عرض کنم که تلاش های شد و خب ادامه پیدا کرد، حتی در یک عرصه های کار به محافل بزرگ به بین المللی کشیده شد، در سازمان ملل تر شد، ولی واقعیتش اینه که آنطور که باید و شاید با توجه به ظرفیت و توانایی اپوزیسیون فی الواقع مطرح نشد، نه تنها مطرح نشد بلکه به عنوان یک اهرمی در رابطه با محکوم کردن رهبران حکومت اسلامی استفاده نشد. میدونید از آقای رضا پهلوی بگیرید تا بسیاری از رهبران اپوزیسیون مطرح کردن که آره ما رهبران رو به خاطر همون کشتار میاریم در دادگاه های لاهه و فلان میکنیم و میشه گفت برنامه های تبلیغی را مطرح کردن، ولی واقعیتش محدود بود، به درستی پیش نرفت و اگر به درستی پیش میرفت با توجه به اون ویژگی اون جنایت و ابعادش رهبران حکومت اسلامی فی الواقع میبایستی در دادگاه های بین المللی محاکمه میشدن و محاکمه بشن. دکتر نورکار، ما به اندازه کافی در سطح جهان وکلایی داریم که به امر قضا وارد هستن و به اصطلاح دوره های بین المللی دیدن، در مورد دادگاه های بین المللی به اندازه کافی اطلاعات دارن و ثروتمندانی هم داریم اینجا که حالا بگذاریم از این که اونها حاضر نیستن به هیچ وجه در این راه های انسانی دیناری خرج بکنن، در حالی که میتونم برن در کازینوها، من نه اسم میارم نه چیزی، ولی میدونم که در کازینوها میلیون میلیون میرن میبازن. ولی بعضی از دوستان از جمله مثلا شاهدیم دیگه در اروپا، به محض اینکه یکی از عوامل شکنجه از ایران خارج میشه، مخصوصا در مورد این آقای نوری که آقای مصداقی و اصلانی و یه عده دیگه از دوستان آمدن و ایشون رو معرفی کردن، این برای چندمین ماه توقیف ایشون تمدید شده و قراره در یک دادگاهی در اروپا محاکمه بشه، این نوع اقدامات هم باعث شده که رژیم بسیار هوشیار باشه و به عواملش دستور داده که کمتر به خارج مسافرت کنن، چون اگر بکنن گرفتار این دستگاه‌های دادگاهی بین‌المللی میشن. در این مورد چه کارهایی میشه انجام داد که به نظر شما میشه از این راه اقداماتی انجام داد، علاوه بر این که اینا رو در خارج مسافرت میکنن به اصطلاح دستگیر کنن، در داخل هم که هستن بشود اینجا براشون پرونده هایی در مورد این جنایت، سهمشون در این جنایات تنظیم کرد؟ ببینید، اشاره کردید تلاش های مثبتی شده،
هم در رابطه با در خارج کشور، هم میدونید که حتی خود همون دادگاه میکنوز در واقع چه تأثیری داشت و چقدر مانع مسافرت و ورود رهبران حکومت اسلامی به خارج از کشور شد. منتها اینها واقعیتش کافی نبود و کافی نیست. دلیل هم داره، فقط فعالیت اپوزیسیون نیست، واقعیتش بسیاری از دولت‌های همین کشورهای اروپایی و امریکا و بسیاری از کشورهای دیگه علارغم اینکه ادعاهایی میکنن در عمل پا به پای این دادخواهی ها و این مبارزات پیش نیومدن، برای اینکه بشه رهبران حکومت اسلامی رو در واقع به این محاکم و به این دادگاه ها کشون. یعنی یک بخشش برمیگرده به اینکه عدم حمایت بین المللی در این عرصه کافی نبوده و در این حال خود حکومت اسلامی هم واقعیتش در یه موقعیتیه، به خاطر توانایی‌های اقتصادیش، به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکش و اصلا خود اون حکومت و ترکیبی که داره خب فرق میکنه تا حدودی با حکومت‌های دیگه. به راحتی نمیشه اون رهبران رو آورد و در واقع در این دادگاه ها محاکمه کرد. یعنی عوامل مختلفی رو باید دید. یکیش برمیگرده به اپوزیسیون که به نظر من اپوزیسیون خارج کشور تلاش های خودش رو کرده ولی کافی نبوده. هنوزم همونطور که شما اشاره کردید ظرفیت های بسیار حقوقی و اقتصادی هست که میتونه در واقع کمک بکنه به اینکه رهبران حکومت اسلامی رو در رابطه با جنایت هایی که علیه بشریت مرتکب شدن به این دادگاه ها بکشونه. هنوز باید امیدوار بود و من فکر میکنم این تلاش ها رو باید افزایش داد، به ویژه با کشتارهایی که همین سال 98-96 اینها مرتکب شدن و به هر حال واکنش گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت. من یادمه که دکتر نقره‌کار یک بار یکی از در رادیو آلمان که بودم بعد از اینکه این وقایع سال 67 لو رفت، یکی دو نفر از شنوندگان رادیو از داخل ایران بود یا از کجا بود پیشنهاد کردن که هر سال هر ایرانی که در خارج از کشور هست هر سال $1 بابت مبارزه با جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی در ایران مرتکب شده در خارج از کشور جمع بکنن با پول ایرانیان خارج از کشور، تا با این پول که این پول زیر نظر یه عده معتمد باشه تا بشود به وسیله این پول وکلای بین‌المللی گرفت و کسانی رو که در این جنایات دست داشتن به عنوان جنایت علیه بشریت در دادگاه های مختلف به محاکمه کشون. در اصل اون پیشنهاد رو من در رادیو مطرح کردم ولی گوش شنوایی نبود. خیلی ممنونم، برنامه‌مون تموم شده دکتر نقره‌کار وقتش. امیدوارم در هفته های آینده باز به این بحث رو ادامه بدیم. عقیده من نبایست این جنایت بزرگ که در ایران در سال 67 و از سالهای متمادی که تا همین الان هم هست فراموش بشه و این ملاها و روزخانها باید به یاد داشته باشن که در برابر این جنایات فجیعی که تو مملکت ما انجام دادن باید پاسخگو باشه و به مجازات برسه. خیلی سپاسگزارم، تا هفته آینده که دو هفته آینده که با شما باز صحبت خواهم داشت. ممنون ازتون. منم از شما تشکر. خب همیهنان گرامی، سپاس از امیر شهرتی و سپاس از شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.